مهمان این هفته برنامه به عبارت دیگر اینجا در پاریس زندگی میکنه. 27 سال پیش اگر اوضاع بر وفق مرادش میگذشت میتونست به عنوان رئیس کشورش اینجا مهمان رئیس جمهور وقت فرانسه باشه. البته مهمان ما 27 سال پیش به فرانسه اومد ولی نه به عنوان رئیس کشورش بلکه به عنوان پناهنده سیاسی. آقای بنیسد اولین رئیس جمهوری ایران به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید آقای بنیسد شما 27 ساله که الان در این کشور به صورت تبعید زندگی می کنید در گذشته هم نزدیک 50 سال شما فعالیت سیاسی داشتید الان در این مرحله از زندگیتون هدفتون چیه؟ چه چی کار داری می کنید هدف من استقرار دموکراسیش در ایران که به خاطر اون مردم ایران سه بار انقلاب کردن انقلاب مشروطیت ملی کردن نفت چون ملی کردن نفت انقلاب پنجا و هفت به چه شکل شما دارین این, این, به این هدفتون در راه این هدفتون تلاش و این کوشش دو جنبه مشخص دارد یکی کوشش نظری است پیشنهاد بیان آزادی به مردم پیشنهاد حقوق انسان ارز کنم که حقوق زنان و اون چه مربوط می شود به اینکه یک ملتی وجدان جمعی پیدا کنه به اخلاق درخور مردم سالاری، فرهنگ مردم سالاری و اون دیه حقوق ذاتی انسان است، حقوق ملی کشور است. این یک کوشش است که بر این اضافه بکنید شما کوشش در تاریخ که روشن بکنه جنبش در خط استقلال و آزادی چگونه آغاز گرفته و چگونه ادامه داره در واقع کار فرهنگی میکنین افراد را قارب... آغاز میکنین از حقوقشون ف... فکری و بل. بل. به غیر از اون غیر از این کاریست به سناک سیاسی اون هم دو بچه داره یکی افشای خیانت ها جنایت ها بزرگ این رژیم استبدادی و یکی دیگر ارز کنم کوشش برای اینکه جامعه ایرانی به یک جنبش همگانی دست بزند برای بازیافت استقلال و آزادی و مردم سالاری بر این اصول ده. یکی از راه های معمولا که سیاست مدارا و اونهایی که نقشی که الان شما دارید به عهده میگیرند اینه که اعتلاف بکنن با نیروهای دیگه و بتونن یک جمعی رو تشکیل بدن که بتونه اثری روی مردم و جامعهشون داشته باشه شما به نظر میرسه برخلاف بقیه از اگر همتشکلی بودید خودتونو کشیدین که نه نه، اون کوشش برای اینکه یک جبهه پیدا بشود، یک بخشی از کوشش های من است در دوران زندگی سیاسی چه در دوران شاه چه بعد در دوران بعد از شاه اول در همین دوران بعد از شاه شورای ملی مقاومت سومین کوشش بود از اون به بعد هم کوشش های دیگری انجام گرفته اینکه جبهه باید چه مشخصاتی داشته باشه و چه, چه اصولی با هم میتوانن گروه هم کاری کنند نه این, این کوشش هم متوقف نشده نه در درون کشور نه در بیرون کشور الا اینکه سیاست در کشور ما هنوز معنای واضحی پیدا نکرده دزدید بسیاری سیاست فعالیتی است با هدف قدرت این لنین زدگی است سیاست با هدف آزادی تازه تازه داره برای بعضی تر میشه نتیجه اینکه سیاست وقتی هدفش شد قدرت خب هر کس میده دنبال اینکه ببینه قدرت چگونه میشه به دست آورد عقلم هم فکر میکنم به اینکه از طریق قدرت خارجی میشه به دست آورد سراغ امریکا می روند سراغ اسرائیل می روند به سراغ انگلیس می رون. از دید من نه هدف مبارزه سیاسی آزادی است قدرت هدف نیست و از این لحاظ می که نیروهای سیاسی مستقل باشند بر خودشون متکی باشند و کوشش کنند برای اینکه از درون جامعه ایرانی رو راه ببرند به عنوان یک نیروی محرکه سیاسی جامعه رو راه را را ببرن به طرف دموکراسی به طرف آزادی حالا آره شما در این راه روزنامه انقلاب اسلامی رو منتشر میکنید که در گذشته هم منتشر میکردین در ایران آیا به این معناست که شما کماکان به انقلاب اسلامی معتقد هستید؟ هرچ که این در همون آغاز انتشار روزنامه هم این رو خاطر نشان کردم و چندین نوبت هم از اون به بعد توضیح دادم از دید من دموکراسی تا وقتی که دین با آزادی استقلال حقوق انسان دموکراسی آشتی نکند این پابرجا نمیشود چنانکه در کشورهای دیگه دنیا هم که پا استوار شده با همراه بوده با این سازگار شدن دین با دموکراسی پس انقلاب اسلامی معناش انقلاب در اسلام است به این ترتیب که از بیان قدرت باز بگردد به طبیعت خود که بیان آزادی است حالا خیلی معتقدن که اصولا اسلام یه همچین امکانی رو نمیده یعنی در خیلی ها... خودش اسلام با قوانین خیلی مشخصه و لایه تغییری هم که داره در واقع جایی برای دموکراسی باز نمیکنه حالا این اونهایی که این حرفا رو میزنن خب بی اطلاع از اسلام آدم بی اطلاع چه میدونه که در قرآن چی چه, چه هست اونهایی هم که اهل فقه هستند متاسفانه طی قرون قرآن گذاشتن کنار تمام فقه بر شیش آیه است. یعنی تمام شیش هزار آیه شیش آیه بقیه فقط به درد ثواب خوندن میخونن برای ثواب اصلا نمیدونن حقوق در قرآن هست تازه تازه آقای منتظری بعد از اینکه حدود سی سال کتاب حقوق انسان در قرآن منتشر شده تازه تازه آقای منتظری نخستین مرجع شیعه است در تاریخ طولانی دینی ایران از قبل و بعد از اسلام که از حقوق انسان حرف میزند تازه ولی از طرف دیگه آقای منتظری خیلی از همفکران سابق شما که دستی هم در انقلاب اسلامی ایران داشتند و خیلی فعال بودند اینها یواش یواش به این نتیجه می رسند که در واقع افراد سکولار و لایک در گذشته رسیده بودند یعنی اینکه جدایی دین از سیاست حالا مون... شما کماکان مسئله انقلاب در, در دین رو مطرح انقلاب در دین وقتی شد بیان آزادی دیگه جاش در قدرت نیست یعنی با دولت نمیتونه با هم جمع بشه از که قد... دولت خواهی نخواهی قدرته ولو دولت مردم سالار اونجاش تو کله های آدم هاست اونجاست که میباید انسان ها آزاد زندگی کنن حقوق من زندگی کنن رعایت حقوق یکدیگر رو بکنن ارزش های اخلاقی داشته باشن سازگار با حقوق انسان با حقوق ملی با حقوق طبیعت با همه حقوقی که انسان ها دارن در همه جای دنیا این با دولت دیگه سازگار نیست اون هم که میفرمایید اونها همون خط پیروی میکنن که من حتی در مجلس قبرگان عنوان کردم این که شما میگید گفتم آه این دین و دولت جمع کنید روحانیت و دولت جمع. هم دولت فاسد میشه هم روحانیت بنابراین دین باید از دولت جدا باشه به لحاظ اینکه دین باید بیان آزادی باشه جدایی تنام کفا... کفایت نمیکنه خب تو غرب جداست غیر از انگلستان که ملکه عرض کنم رئیس مذهبم هست خب در فرانسه بنابر جدایی ولی ما میدونیم که در واقع دو بنیاد یا دو انستیتیسیون قدرت هن. یکی قدرت دینی یکی قدرت سیاسی حالی که دین نه اصلا قدرت نیست دین راه روش زندگی در آزادی است همین حالا شما مجلس حبرگان رو مطرح کردین میخواستم اینو بپرسم از شما که واقعا اون زمان که شما رئیس جمهور شدید در واقع حمایت همین روحانیت بود از شما که سبب شد شما رئیس جمهور بشید و بعد شما تلاش کردید که همین روحانیت رو پس بزنید <applause> شما که کاش این روحانیت هم حمایت که شما میگویید میکرد و روی حرفش میموند با جامعه روحانیت موبایل شما رو کاندید ببین... بله ارش کنم که آقای خمینی میگفتن که آقای خمینی خواسته بنابراین مردم هم به من رعی دادن خوشبختان آقای خمینی بعد نامه کتبی نوشت که نه من موافق نبودم به خود من هم گفت شما به سه دلیل نمیشه رئیس جمهور بشید با ولایت فقیه مخالفید با اینکه روحانیت در مشاغل دولتی باشند مخالفید و با مالکیت خصوصی مخالفید اون حرف خود ایشون بعد هم که کتبن نوشت فرزند هم که گفت که پدر ایشون با آقای حبیبی رای داد این رو اما از روحانیون که میفرمایید بله بعضی موافق بودن بعضی مخالف مثلا مدرسین قوم آقای حبیبی رو نامزد کرده بودند روحانیت مبارز ایران بنی رو ترجیح داده بود اونم در روی اعتقاد نه نه بعد معلوم شد که روی اعتقاد نبوده روی دعوا با حزب جمهوری اسلامی بوده کشمکش هایی که بین گروه بندی های روحانی بود برای اینکه کی چقدر قدرت داشته باشه خط مش شما در اون زمان شما رئیس جمهور شدید و به هر حال حمایت بخشی از روحانیت ایران پشت بوده و انقلابی تازه شده دفتر و تشکیلات خاص خود انقلاب هم داره شکل میگیره سپاه پاسداران کمیته ها که وجود داشت همه اینا و شما میکنید همه اینا رو منحل بکنید و برین به, به یک شیوه جدید سیاست و حکومت اون... فکر نمی خیلی طبیعی بود که روحانیت علیه شما بلند شد و شما نه، نه، طبیعی بود که بلند میشد اون که برای من مسئله تردید نبود ما دوستانمون اجتماع کردیم و در اون اجتماع من راضی نبودم که خود را نامزد کنم برای اینکه ورود در محلکه بود دلیلش اینکه این همه سال در سختی زندگی میکنم گفتم آقا شما من رو میخواد بفرستید به کام مرک، آقای سلام مدیان گفت بله همینطوره ما میخوایم شما برای اینکه ای راه دیگری ای نمونده اینا یک قانون اساسی دلخواه خودشون رو به تصویب رسوندن یک رئیس جمهوری هم از خودشون بگذارن اونجا میشه یک استبداد قانونی بعدم کسی تو دنیا نمیتونه بگه شما این استبداد مردمی یه نمیخواستن خب مردم خودشون رای داد شما میتونید رئیس جمهور بشوید جلو این استبداد بگیرید اقلا مشروعیت ازش بستانید ما به همین راضی بودیم اون چرا هم که به دست آوردیم اضافه است اینکه مثلا آقای خمینی بگوید سی میلیون بگوید مله من میگویم نه یک دستاورد عظیمی است در تاریخ ایران اینا روحانیون همیشه خود رو سخنگویان ملت میدونستن کار مقام اول دینی اون هم اون آدمی که اون ترتیب از تعوید به ایران برگشته نبت در رفراندوم 98 و هم در درصد رأی دادن حالا در دو نوبت بعد منشون خیش در سه نوبت این وضع خود رو در ترتیبی ببینه که در برابر پیشنهاد رفراندوم بگوید سی و میلیون بگوید می بله من میگم نه پس مسئله ما این دفاع از دموکراسی بود ولی من میدونستم که این مثلا وارد دعوا میشویم حالا مسئله دیگه این که الان مطرح کردین که گفتین که روحانیت در اون زمان یکی از دلایلی که شما مخالف بود مسئله این بود که شما به بخش خصوصی اعتقاد نداشتید شما مالکیت, خصوصی حالا شما اون موقع اقتصاد توحیدی رو مطرح می کردید شما الان در شرایط فعلی فکر اما کماکان اون اقتصاد توحیدی عملیه؟ م. حالا فعلا که من میبینم که در انگلستان و امریکا دارن همون کارهایی که من سی سال پیش در ایران کردم دارم میکنن اون اقتصاد دولی میگم که این انسان ها چون چیزایی که نمیدونن میگه اقتصاد توحیدی لابد این همون توحید دین اول دین است که خدا یکیست و دوتا نیست این چی به اقتصاد ربطی دارد و نه اقتصاد یا پایش بر تضاد تضادهای اجتماعی گروه بندی های دارای منافع متضاد یا پا... پایش بر توحیده یعنی اینجور تدابیر می که تضادهای اجتماعی کاهش پیدا کنند به ترتیب که ظرفیت جامعه برای جذب نیروهای محرکه افزایش پیدا کنه و اختص... جامعه بتونه یک اقتصاد یابی رو تصدی کنه این معنای اقتصاد توحیدی است نه معناش این است که مثلا اونجا گفتیم در فقه گفته است که مثلا مال مالکت مالکیت خصوصی ارزش این طوری ولی بالاخره انتخاب این کلمه توحیدی به نوعی رفتش به نه نه خیر، انتخاب توحیدی ربط مستقیم دارد با فرهنگ ایرانی و اصل اساسی که ایرانی ها کشف کردن که موازنه ادمی است قبل از اسلام هم کشف کردن شما در اوستار هم برید دوران نخستین همین پنج اصل میابید نه اینکه چیزی است که از اسلام آمده قبلا هم بوده و این ایرانی همیشه این توجه داشته هر چه در درون به طرف توحید برود و تنش ها و برخورد ها و تضاد رو کاهش بدهد از بیرون مستقل تره این همیشه مورد توجه ایرانی بوده فرهنگ ایرانی این رو میگوید ادب ایرانی این رو میگوید حتی صنایع دستی هم این فرش ایرانی این را میگوید یعنی در واقع امروز که وضع اقتصاد دنیا در واقع خیلی نابسامانه و وضع اقتصاد ایران هم به طریق اولا با این تورم خیلی زیاد و مشکلات اقتصادی زیادی که دارن اگر که آقای احمدی نژاد از شما نظر بخواد شما بهش چی میگین؟ میگین چی کار بکن برای این؟ که من هفته یک بار در رادیو آزادگان به این سوال شما جواب میدم راه حل ها که اون وقت که اون راه هایی که اون وقت رفتیم به این ترتیب بود که خب ما یه اقتصادی رو تحویل گرفتیم که دستگاه بانکیش اصلا یک اسکناس که دست مردم بزن نداشت خالی مغروب دولتش از او خالی تر قرضه خارجی هم داشت حالا این تحویل گرفتیم ما یه تدابیری به کار بردیم دیگه تدابیری به کار بردیم که در همون دوران با وجود بحران هایی که طبیعت هر انقلاب با خودش امراه دارد موفق شدیم درآمد متوسط سرانه در روستاها و در شهرها از هزینه متوسط خانوارها بالاتر رفت و این سبب شد این توضیع برابرتر به اصطلاح درآمدها سبب شد که زمینه پیدا بازاری پیدا شد برای اینکه جذب بکنه تولید داخلی رو تولید کشاورزی افزایش پیدا کرد تولید صنعتی رو برا شد بیکاری که تو هر روز خیابان ها میتینگ میدادن جذب شد پس اگر این آقا از من بپرسد من میگویم آقا این جامعه هر جامعه اینطوره مثلا در امریکا بحرانه، در انگلستان بحرانه، این معناش این است که جامعه نظامش به اندازه کافی باز نیست که بتوانه همه نیروهای محرکه رو جذب کنه چون نمیتوانه همه نیروهای محرکه رو جذب کنه به محضی که مشکل پیش بیاد حالا توقف بهش دست میده این باید که شما باز کنید یعنی استبداد وردارید برای انسان منزلت قائل بشوید حقوق انسان رو رعایت بکنید امنیت غذایی به وجود بیارید امنیت اجتماعی به وجود بیارید امنیت اقتصادی به وجود بیارید آزادی اطلاعات برای همه در, در باشد و جامعه ایرانی اقتصادی داشته باشد تولید محور علت اینکه امریکا و انگلستان به این شدت در بحرانند به لحاظ اینکه این به تدریج محورشون شده مصرف باید بشه تولید محور خصوص در اقتصادی مثل ایران این کارهایش که اون بر اقتصاد تولید یعنی همین چیزا بسیار خیلی متشکر عرض کنم که مسئله زن یکی از مسائلی بوده که از بلا فاصله بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 مسئله بوده در داخل ایران هنوز هم هست مسئله هجاب، مسئله ارث، مسئله حقوق مختلفه که زنها دارند ندارند و بر اساس قوانین اسلامی هم ظاهرا ندارن شما چطور برخورد میکنید با این قضیه اگر شما مونده بودید در داخل ایران چطوری حل میکردید مثلا از به شما اون که جمع ما بود که جمع در خط استقلال و آزادی عمل میکرد چه کار کرد در اون روزگار بیشتر این کوششی که تاریخ ایران به خودش دیده در آزادی و حقوقمندی زن از سوی ما انجام گرفت به چه ترتیب یک قسمت تغییر طرز فکر زن و مرد ایرانی است زن ایرانی و مرد ایرانی قبول کردن که اون مافوق اینا مادونه این باید از کلشون بیا بیرون نه دوتا انسانی دو هر دو هم با هم که جمع بشید توحید که بکنید میشید یه خانواده میتونید بر اساس حقوق با هم زندگی کنید این راه حل بهتریه مرتبا سنجش افکار میکردیم برای ببینیم تغییرات در رفتارها چگونه خب ای اینا که میفرمایید اینا یه نوع در واقع موعظه کردنه یا خنده‌اندردادنه ولی در محل عمل به عنوان نه نه. این تنها موعظه نیست به نظر من بسیار بسیار مهمتر از این که شما حقوق موضوع است که بگید مرد اینقدر حق دارد و زن اینقدر حق دارد چون اگر این عوض نشه اونم عوض نمیشه روی کاغذ من میگم مهر باید مرد به زن مهر بده باید در عمل که نمیدن که اون میگه هر وقت اندل قدرت و استطاعه روی کاغذ خیلی چیزا رد و بدن میشه اما اگر اون طرف طرز فکرش عوض نشه هیچ چیزی عوض نمیشه ولی این تناکار ما نبود این مسئله که حالا کردن قانون و از جمله تلاشای ما بود که زن در خانواده کارش باید به حساب بیاد یعنی مرد که در بیرون کار میکنه زن که در خانواده کار میکنه اون چه اضافه میشود بر خانواده از لحاظ مال این باید که بین دو هر دو تقسیم بشود این پذیرفته شد که نبود قبلا ولی حالا پذیرفته شد اینکه زن انسان از حقوق برابر دارد نه امروز یه متنی رو من میخوندم در باب سمبول و او میگه که یه وقتی مثلا تو قرب میگفتن که آفتاب تاریکی این مثلا سمبول میگرفتن از مرد که نور است زن تاریکی است خب این طرز فکرها که از اسلام نیست منشش یونان قدیم است و فلسفه عرستوی و افلاطونی این آمده تو قلم روی اسلامی و این مبارزه با این که نه زن انسان است و انسان برابر است و حقوق مند است و حقوق انسان است در قرآن نگفته این حقوق رو برد دارد زن ندارد اینها هم تلاشایی بوده که انجام گرفته علاوه بر این کتابی هم در زن و زناشویی انتشار دادم و اینو به شما بگم که اون اولین متن این کتاب که حاضر شد و بردن به چاپخانه در راه دوزیدن بعدها معلوم شد که این آقایان روحانیون ظاهرا با پسندشون نبوده که این جون امور تر بشود البته بعد که من آمدم به مهاجرت دوباره اون رو بازنویسی کردم چندین چاپ شده حالا در سایت من پر مراجعه کننده ترین کتاب این کتاب است بسیار خب خیلی مشکرم وقتمون خیلی کمه من یک سال دیگه خواستم از شما بکنم و اون راجع به مسئله اصلاحات در ایرانه اصلاحات خب از زبان آقای خاتمی به طور خیلی تری شروع شد با شخصیت خود آقای خاتمی و به یک جنبشی به عنوان اصلاحات الان در ایران وجود داره شما نظرتون چیه؟ شما فیلم میکنید که این اصلاحات در ایران به نتیجه میرسه به اون نتیجه که شما هم دنبالش بودید میرسه در چارچوبه تغییرات در داخل نظام اسلامی؟ ارشونم به شما اگر میرسید که من اینجا نبودم خب و... این تازه شروع شده نه این تازه شروع نشد اون وقت اگر تازه اون وقت ولایت مطلقه فقیه هم تو کار نبود نظارت فقیه بود خیلی فرق می کرد غیر از این که آقای خمینی به خودش اجازه میداد در همه امور دخالت کنه و اه... نشد به لحاظی که ساخت قدرت یکی می... از کارهایی که ما در همون وقت انجام دادیم شناسایی ستون های قدرت بود و تدابیر برای اینکه اینا تغییر بدیم به ستون های حقوق یه دولت حقوقمند پیدا کنیم اون ستون سر جاشن ولایت مطلقه فقی حالا آ... امروز آقای منتظری میگوید که این از مصادیق شرکه سی سال پیش اگر همین حرف میزد و اون ولایت فقی نبود خب خیلی چیزا میتوانست می عوض بشه حالا هست سپاه پاسدار هست یکی از اون ستون پایه هاست دادگاه های انقلاب بعد همه اینها سر جاشونن. هر ساختی اصلاح وقتی میگویند در چارچوب یک سیستم هست. یک نظام یک سامان است نه تغییر سامانه رو اصلاح نمیگویند تغییر سیستم رو اصلاح نمیگویند انقلاب میگویند خب ولی یعنی در واقع شما معتقد به انقلاب هستید یه دقیقه کنید در این سیستم حاکم اسلام معناش این است که اختیارات آقای ولایت مطلقه رو کامل بکنید این معنای اصلاح کاری که بتوانید شما در تغییر او انجام بدید شدنی نیست چون آقای خاتمی هم نتوانست بلکه این آیان اصولگراها ها اینها رو هم بر کشور حاکم نو کرد بودن ولی این فرصت رو مختلف شمردم برای اینکه با ت... کامل شدن اقتدارات آقای ولی فقی قدرت رو قبضه کنن ها؟ پس جامعه ایرانی رو نباید بهش فریب داد باید بهش راستش رو گفت ایران میباید که این رژیم نباشد احتیاج انقلاب جدیدم نیست این انقلاب انجام داده مردم ایران اون ز... ستون پایه های اصلی کنده شده رفته به گارش این ستون ها هم با یک حرکت عمومی قابل کنده شدن و جانشین شدن یعنی رفراندوم منظور که چیزی؟ حرکتی اول باید مردم بکنن که تحمیل کنن به قول شما این رفراندوم رو و مطمئنم باشن که در اون همه پرسی آراهاشون به حساب است بله اون وقت اونجور می شود بسیار خوب خیلی متشکرم آقای بطر خیلی مقامل شرکتون در برنامه به عبارت دیگر موفق باشید و